شگفتی، مرد جنگل. در قلب پرهیاهوی جنگل آفریده خدا و هر یک سرودی در دل میخواندند. سرود ترس، سرود خش. مرد جنگل. جنگل و از دیار تمدن مردان حادثه جو دل آروم جنگل را غرق ماجرا ساختن. چه چیز را می جویند؟ طلا، الماس، حادثه و یا سکس؟ شیش را یه عده با لباسای عجب و غریب دارن به محل ما نزدیک میشه. شک نمی کنم که اونا محل غار رو بلد باشن. فعلا هیچ کس نباید بدون اطلاع من از غار خارج بشه. اگه محل ما رو پیدا کردن چی؟ اون وقت با تمام قدرت مبارزه می کنیم. الان کبابتون میکنی، بعد به تیغ میکشیم، اون وقت گازتون میگیریم. این هر زبونی رو باز میکنه. اگه لال باشی زبونتون باز میکنه، وقت میتونی به زبون سلیس آفریقایی حرف بزنی. حالا حرف میزنی یا نه؟ میگی یا نه رو با ورود یک زن، دنیای لطیف اما پر ازدحام جنگل شور تازه میابد و داستان رنگ عشق به خود میگیرند. در مسیر آن زن حوادث چاشنی عشق و عشق معجونی استراب آور میگردند. ستیز و جنگ قوانین زایده شده جنگل دستن در کار میشوند و قدرت به خدمت تجاوز در میآیند. هر موجودی برای حفظ بقا به نابودی دیگری میکشند. جنگل آدمیان با جنایات شرم‌آور خود دنیایی می‌سازند که حیوانات از مشاهده آن بر خود می‌لرزند و شرم سارند. مرد جنگل. مرد جنگل. داستانی که درخشندگان با قدرت سینمای فارسی از جان بخشیدن به آن بر خود بالیدند. هنرمندانی چون حبیبی در هیبتی جدید، سهیلا، لیلی، جمشید آریا، هایک، تقدسی، یدی، رضا بانکی، چنگیز، توفان، مرزبان، کمدین مستعد، شانسی و حبیب الله بلور. مرد جنگل رهاوردی است جدید که سینمای فارسی را برای نخستین بار با چنین داستانی مواجه می‌سازد. چه اتفاقی افتاد؟ خلاصه اینکه آنها خودشون مردن. آنها شما تحسین غایب کرد. پرداخت موفق به تصور چشمگیرش را. داوود مرد جنگلی با امید دیدار. مرد جنگل سپاهی کوچک برای ایجاد هیجان در کنار کارگردان مبتکر و با ارزش سینما کمال دانش به قلب جنگل‌های وحشی پای گذارد تا به داستان جدید و استراب‌آور جان بخشند. مرد الو عزیزم تویی؟ من سپر هستم، صدا ما نمیشنسی؟ دلم نایمد بدون این کسا خداحافظی کنم از تهران برم. آره هفته دیگه که اومدی بیروت همونجا عروسی میکنم. خب گیدم قرار ما در بیروت. Thank you.
کجا جوانای خوشگلی هست؟ کجا داره میرین حالا تشریف داشته باشی؟ با یه دقیق بایدی تو با خود را هم جادو کنی واقعی نخیده نمیشه. من نمیذارم تو به این مسافرت بری، اون آدمای خطرناکی هم. این ترن خرمشهر من میخواستم برم مشهد. آخه بسید چی میخوایی مرتیکه رو تبدیب کنی ها؟ آخه چرا هر فالیت نمیشه؟ خش وا با اجازه ببخشید.
مثل این که ما اینجا مزاحمیم. بای بای. شما اینجایی؟ روز از نو، روزی از نو. بیا تو. علیکم. بفرمایید چاکر برسونم بهتون بشه. ولی من میخواستم برم بیروت. میخوایی بری به بیروت؟ به پای وقت اونجا عقرب نیشت نزنه. ما به نیش عقرب عادت داریم. ده؟ خواسته منی نکن. بس بزن بریم. برو بریم. ده بوده چقدر تنبلی تو. هی 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 میخندی. یله. زودتر.
دارن تعقیبمون میکنن. آره میدونستم. چیکار میکنی پهله بود؟ نه ترس دارمه. خیلی خب جلاتو نگاه کن نیم پرسی. مزید میخواییم. ببخشش آقا تشنه هم بذاشتم سیدی مخری اینجا به دستور اقرب دیگه خدا به خیر کنه خدا به شما شاید کن چمدون من اونجوه تا حالا از عطر هیچ سیگاری انقدر گیج نشده بودم من دنبال نیمه دوم که میگردم نیمه دومش پیش منه نگاه کن جفت شد آره درسته دنبال من بیا سفر کجا بیام این دستور عقربه من تا ندونم کجا خیال داری منو ببری از اینجا یه قدم ور نمیدارم که اینطور هم؟ خب حالا میای یا نه؟ دیگه مجبورم آخه خوش ندارم نفلشم پس بیا بریم در رو واکن میدیم خوش آمدین قربان برو پایین باز هم دیگه رو میبینیم یا نه؟ حتما عزیزم قربون تو به امید دیدار صبح بخیر، صبح بخیر اسم من سپهر سامانی براتون اتاق رزرو شده این چوپاقم که اینجا الحمدلله که سلامت رسیدین اینجا بنده اسمم بلبلی بلبله؟ آره بلبل تالا دیدی؟ چاکرتون حاضر آماده است که تمام جاهای دیدنی و سراسنبای لبنان رو نشونتون بده و راهنماتون باشه قربون شما شما حتما تاجر هستین این یک کتاب راهنماست که تمام شرکت های بزرگ میشه نه قربون دور ما رو خید بکش
پس حتما اومدین اینجا که تفریح کنین و خوش بشین. آره این یه مجنون افلاطونه با زرده تخمق، بریزین تو آب بخورین بهتون قوت میده. ایرونی احتیاج نداره. جون من یه دقیقه صبر کنین. یه نفر اینجاست که وقتی شما اومدین داره زاکسیاتونو چوب میزنه و شما رو میپاد. آره میدونم کیو میگی. اونجا نشسته چپق دود میکنه و روزنامه میخونه. لطفا شماره 55299 رو بدید. من الان تو هتل کورال بیچ هستم. همین الان رسیدم. تو راه به دو سه نفر از اونا برخوردم. با اینکه علامت تماس رو به اونا دادم و اونام تا اندازه‌ای به من اطمینان پیدا کردم، ولی خود عقرب هنوز نتونستم ببینم. هفتی رو غلاف کن جون، این دفعه واقعا تنها اومدم. چه جوری وارد اینجا شدی؟ اینها از در اومدن. راستش من رابطه تو با عقرب هستم، اسمم نجلا. خیلی خوشبختم. اسم منم سپهره. آره میدونستم، سپهر سامان. اون جنسا حاضره. ولی کیف سرکار که خالیه. ببینم پس پولا کجاست؟ پولا؟ پولا جای امن و امونی خوشگله. بگو کجا؟ جواب این سوالو فقط به خود عقرب میتونم بدم. این حرف یعنی چی؟ یعنی اینکه چاکرم پولا رو باید تحویل خود عقرب بده، نه کس دیگه. یمانم تو دیوونه ای. از وقتی تو رو دیدم دیوونه شده. شوخی رو بذار کنار. من نمیتونم تو رو ببرم پیش او. نه؟ اینو جدی میگم، این تقاضای تو غیر ممکنه. آقا چرا؟ حتی خودم هم نمیدونم عقرب کجاست، حالا ندیدمش. پس این فرصتیه که تو خودت هم عقرب رو از نزدیک ببینی و باهاش آشنا بشی. اینطور نیست؟ نه این غیر ممکنه. هر کی تا حالا عقرب رو دیده مرده. نه ترسونم، قصد منو نخور. ما ایرونیا به این مفتیا نمیریم. اگه اون اجازه نده ببینیش چی؟ اون وقت معلوم میشه دیوونه است، چون نیم میلیون دلار از دست میده. اشکالی نداره، من پیغامتو به عقرب میرسونم. راستی یه کار دیگه هم داشتم. ها چیه؟ ممکنه خانم رابط امشب وقتشون با من قریب بگذارن. این رابط به این زودی ها از را به در نمیره، بی این حرفا. ما را به درش میبریم. لباسات بپوش جونی، ممکنه یه وقت سرما بخوری. بله. با اون مشتری که از تهران اومده چیکار کردی؟ حاضر نیست پولا رو تحویل بده، میخواد شخصا شو. جون تو خیلی گرفتارم،
خیلی خوب میام. اسکیوز می شده فرساد دنبال من نکنه عراب در رفت شاید کشتن. یا منم بیچاره عوض کس دیگه کشتم. شاید منظورشون من بودم. نمیدونم شاید. برو بالا. گوش کن مجلا، یه سوال ازت میکنم و دلم میخواد حقیقتشو بهم بگی. چی تو رو وادار کرده که یه همچین راهی تو زندگی انتخاب کنی؟ باعث شده که تو با یه قاچاقچی همکاری بکنی؟ من هم کجا بلدی؟ سرکار کی باشی؟ من دو صفر هستم. مخلصتم جیمز بان. من هم دو صفر هستم. سلام فیلین. از تهران به ما خبر دادن که تو به جای سپهر وارد بیروت شدی. تو باید هرچی زودتر هویت اقرب رو کشف کنیم پیش از اون که اون بفهمه تو مأمور مخفی هستی. البته اون حضرت آقا میدونه تو کی هستی. اون در حقیقت محافظ توه. چاکرم چوپو. بای بای. بای بای. موش بخوره تو متاسفم مثل که آقای سپهر سامان اینجا نیست. خیلی عجیبه. ممکنه بفرمایید یه تاکسی صدا بذارن که منو به هتل کورال بیچ برسونه؟ البته خانم. شمال بیا اینجا. با اجازه خدا. مرسی. خیلی
اجازه بده. با اجازه. با اجازه سلام عرض میکنم. بنده بلبلم. الان شنیدم که شما فرمودین نامزد آقای سپهر سامان. بله درست. اون دوست جونجونی منه. راستی. باور کنید. و شنیدم که فرمودین یه اتاق چسبیده به اتاق اون میخواد. بله. اتاق آقای بلبل بغل اتاق آقای سامان. حاضرم اتاق ناقابلم و دربست میذارم در اختیارشون. مرسی. فقط اجازه بدین اتاقم از چمدون ببرم بیرون. یعنی چمدون از اتاق ببرم بیرون. لطفاً گذرنامه‌تون رو بدین. اوه وای یاد داره بلبل داره میریزی بیرون. الان آبرون میره. بدین در جا بابا. سلام بنده همون بلبله. اتاق آقاتون هم اونجا. متشکرم. قربونی شما. Maximum you can kiss me, but love you no, no. Maximum betrayed me, maximum betrayed me, maximum betrayed me, but have to let me. اسمع دقة قلبك وتسأل إذا بحبك وقل لك لا 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 برو بخواب آقای بپا. خوش اومدی. نه کس
ذاتتون لعنت. قاتلا به این طفلکم رحم نکرده. حالا موردنش اینجا که منو متهم کنم. بذاری صاحبش خودش بیاد از من بگیره. نمیفهمم منظورتون چیه. مگه این مال سپهر سامان نیست؟ چرا؟ خواهش میکنم بهش بفرمایین که نامزدت منتظرته. چی گفتی؟ سرکار نامزد اون هستی؟ بله، همین دیروزم از تهران وارد بیروت شدم. اون الان کجا؟ راستش خانم یه کار خیلی مهمی داشت که مجبور شد از هتل بره بیرون. فکر نمیکنم به این زودی هم برگرده. آره وایسا. آه، اهلن و سهلن. دریلی لیلاندا. خب بچه بالاخره جمعمون جمع شد. من دیشب دالا میگردم این چیزتونه به مای چته بسر چرا جفتک میندازی؟ مگه من حرف بدی زدم؟ وای جایتی بذار یه نگاهی بهش بکنم. مگه من بهش یخمو ول کنم؟ باز چیه ها پاشدی اومدی سراغ اون دختره؟ جایی این حرفو باید ازم تشکر کنی که دیشب از نامزدت پذیرایی کردم. از نامزدم؟ اوه آره ببینم تو اونو میشناسیش؟ پس چی که میشناسمش؟ اتاقمو واسه خاطر اون خالی کردم که شما بغل دست هم دیگه باشین. راستی بگو ببینم اون میدونی که من سپهر سامان هستم؟ چی داری میگی؟ مگه تو رو نمیشناسه؟ مگه نامزدش نیست؟ نه این دخترک نامزد من نیست. بگو تو بمیری؟ نکنه پس تو نامزده اون هستی؟ تو نمیری منم نامزده اون نیستم، اون نامزده یکی از دوستامه. خیلی بد شد، حالا نامزدش کجاست؟ یه روزی دیدش که داره با یه دختر دیگه عشق بازی میکنه کلشو برید. کلشو بری؟ تازه بعد از اون سیماش پاک قاطی شد سر سه نفر دیگرم. سر سه تا رو بری؟ بوم 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 بوم
سر چه طورو؟ من برده بودمش بیمارستان امراض روحی. حالا هر وقت منو میبینه خیال میکنه من نامزدشم. یعنی میخوای بگی بالاخونش خالیه؟ ها؟ آره خالیه. اصلا نمیدونم چطور شده که پاشده اومده اینجا. تو نمیدونی؟ نمیدونی واسه چی اومده؟ ببین بلبل، اگه تو یه جوری سرشو گرم کنی من ترتیب مسافرتشو میدم و برش میگردونم تهران. من؟ ولی اگه سر منم بریز خونم پای تو. باشه. وای! سر سه طور بریده؟ سلام آقای سامان. این افراد عقرب به شما مشکوک بشن. بابا دست خوش رئیس، من خیال کردم شما آدم های خود عقرب هستین. ما کجا عقرب کجا. قرارتون امروزه نه؟ امروز عقرب رو میبینین ها؟ بله درسته. ما همه جا مواظب شما هستیم چون میخوایم جون شما حفظ بشه. آه پس میدونین که محافظ کشته شده. ما از مرگ اون مرد پیپ بلب متاسفیم، همینطور دختر موطلایی. یعنی اون دختر موطلایی هم؟ بله همکار اون بود. ما میتونستیم بگردیم قاتل این دو محافظ شما را پیدا کنیم، ولی فعلا کارهای مهمتری در پیش هست. یه جریانی هست که باید به شما بگم. بله میدونیم، اطلاع داریم. موضوع پیدا شدن نامزد سپهر واقعی رو میدونیم. اونجا که الان مهمه اینه که محل و هویت عقرب رو کشف کنیم. میدونین چطور با ما تماس بگیریم؟ بله میدونم. اشخاصی مثل عقرب باید مجازات بشن چون حیثیت وطنشون رو لکه‌دار میکنن. چی کار میکنن اینا؟ چرا جیبمو دارن میزنن؟ برای رفع شبهه است. رفع شبهه است؟ چی رو رفع شبهه است؟ با امید دیدار. معذرت بخیر.
باشو هنو با عجم ها در نیفتی کنن طبق دستور شما رفتیم بیاریمش ولی اون سواری یه تاکسی شد ما تعقیبش کردیم تا رفت تو یه خرابه از چشم ما پنهون شد یه دو ساعت اون تو بود بعد دوباره اومد بیرون اصل قضیه اینه که من از هتل اومدم بیرون برم هواخوری یه دفعه یه عده ریختن سرم پولامو دزدیدن و بردن به خود چخم نکن پسه پسه دیدی راست میگفت حوضی دماغ سوخ تم خیلی کلکیه من دستور دارم همین الان اونو ببرم پیش عقرب سیگارت برسه این لونه عقرب میمونه سلام آقای سپرخان تو کجا هستی آقای عقرب من که نمیبینم ات ولی من تو رو میبینم برای چی میخواستی به ملاقات من بیای؟ دستور دارم پولا رو تحویل خودت بدم چرا علتش چیه؟ هروئینایی که اون دفعه ازت گرفتیم تقلبی بود خیلی قاطی داشت خب، حالا دیدن من برای تو چه فایده داره؟ اون وقت دیگه مطمئن میشیم که به ما کلک نمیزنی رئیس چون اگه بخوای باز جنس تقلبی تحویلمون بدی ما میتونیم در مقابل تو رو لوت بدیم دو روز به من دو روز بهت مهلت بدم باز چی؟ مگه هنوز جنس حاضر نیست آقای عقرب؟ چرا حاضره؟ ولی قبلا باید یه بسته بزرگ اروپا بفرستیم بعد از اون نوبت شما ها میرسه خب، بریم دیگه با تو هم امشب دوباره تماس میگیریم نجمه Oh, my son. الان میشه چهار تا بانسوار بانسوار رحمت الله و قربونی شما اجازه هست سر میز شما بشینم بفرمایید عجیبه تا حالا نتونستم اونو ببینم کیو؟ سپهر رو میگم نام زدم آه انشالله میبینینش خدای خودت به جا بودی رو هم کن میشه قاطی بگه موی اوه وای جزلیگو برداشت الان سرما پخ بخ میکنی بده بایی باور میکنی الان دو هفته تمومه که ندیدمش کیو ندیدی؟ سپهر رو دیگه سپهر؟ پس اونی که امروز صبح باهاتون بود کی بودش؟ اون یکی از دوستای نامزدم بود یعنی راستش خودش اینطور میگفت
بیخودی میدونی اگه ببینمش چی کارش میکنم؟ میخوریمش ایبا کجا داریم میریم؟ بشینه غذاتونو بخوریم. سیر شدم تو خرخرم خوردم. خدا حافظ. خدا شفاش بده. خیلی خوشگله. ولی حیف که این بالاش قرقاکی. یه دقیقه بیا پایین. باز چی؟ ما که از عقرب خیری ندیدیم. نکنه این دفعه میخوایی ما رو ببری پیش عقلی؟ نه ترس عزیزم، فقط میخوام یکی دو ساعت دنیا رو فراموش کنیم. خواهش میکنم. الاطاعت. آره بگو. خیلی خوب. بهتر نیست دیگه برگردی به هتله؟ به من بگو موضوع چیه نجم؟ چی شده که یهو داری عذرمو میخوای؟ دلم نمیخواد اونو. شوالی تو اتاق سپهر خودش کجا؟ اگه اجازه بدی همه چی رو واسط میگم. بس دیگه بیشتر از این دروغ نگو. تو امروز صبح گفتی اون اینجا سلام میگی رفته بود. شما خودت این پیغام شروع نکن. کچلم تری به واسط میگم دیگه. بالاخره مجبورم کردی روی زنده از خودم کنم. چه شده سپر؟ بلن قش کرده، آخه باز حمله ای شده. اتاقش همینجاست، بیارش. آره. بیارش. بیا. بدش من. مواظب باش. نکن، نه بذار من بدمش به تو. تو بدش به من. یه خودم من بدمش به تو. یواش. سر کن دیگه. اوی 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 ببری. سر کن بابا. آخ آی او. نه. خاکش کردم. آی خودم هم خاک شدم. حیف که اینجوریه. گوش کن بلبل جون. میدونی من ازت یه خواهش کوچولو دارم. نوکرت هم بگو. میخوام مواظب این باشی و نذاری امشب از اتاق بره بیرون تا من برم یه جایی و برگردم. این کارو میکنی؟ یش یعنی بله. شاغل یعنی مرسی. وای وای یعنی خدا بیش. وای اون کجا رفت اون دروغگوی حاقبا؟ والا خانم بنده بی تقصیرم، سپهر جونت رفت گفت دوباره برمیگرده. اون نامزد من سپهر نیست، یه دروغگوی حاقباته. بازد بکنش. چرا یهو جوش میاری خانم؟ تو چی داری میگی؟ نامزدم به من قول داده بود که اینجا همدیگره ببینیم بعدم با هم بریم اروپا، ولی نمیدونم اون کجاست و چی به سرش اومد. بذارین الان خود سپهر میاد همه چی رو بازد و روشن میکنه. چند دفعه بهت بگم احمق جونی، یارو نامزد من سپهر نیست بلکه اسم اونو دزدیده. فقط همین اینه هاش. نگاه کن نامزد من سپهرینه. به یاد بود اولین شب آشنایی ما سپهر سامان.
پس منم خر کرده. ای بی پدر. به من گفت که تو دیوونه ای. باید فوراً به پلیس خبر بدی. واسه چی به پلیس؟ من خودم خانم جون یه پا جیمز باندم. بفرما نگاه کن. بلبل پلیس خصوصی. به پخین. خب حالا چی کار باید کرد؟ اول بریم دنبال اون. برو لباست بپوش. باشه. حالا تاکسی پیدا نمیشه. اونجا رو شوفری بلدی؟ آره. پس بودو. هر جو کلیدی بخوایی توی شهر، یلا زود باش دیگه، اینقا فیس ویس نکن. وای خدا وای، چوب دمونه حلال کن خدا جون. تکون نخور. چی به تو گفت اینجا؟ مجبور شدم اون هتل رو ترک کنم. باز چی چپ چپ نگاه میکنی؟ میگم مجبور شدم اون هتل رو ترک کنم دیگه. برای چی؟ برای اینکه حس کردم پلیس مواظب منه. اره تو ببین اینها قد دیگه که نشده. خیلی عجیبه. یه دفعه کجا قبیش زد؟ من نفهمیدم. باید برگردیم به هتل. شاید دوباره برگشته اونجا. چی شد؟ بفتنی؟ مزرد بخیم. سپر، تو چطور اومدی اینجا؟ بعد همه چی رو وسط میگم. خیلی خوب، بیا با من بریم. کجا بریم؟ همونطور که خودت خواستی دارم میبرم ات پیش عقرب. Thank you.
خوش آمدی. خوش آمدی آقای ساما. بالاخره منو مجبور کردی که هویت خودم رو برای تو فاش کنم. و این چیزیه که تا به حال در مورد هیچ کس نکردم. هیچ کس حالا نتونسته منو بشناسه. خب حالا پول کجاست؟ حاضره آقای اقرب. من که اونا رو همراهی تو نمیبینم. بگو ببینم کجاست؟ همینجاست. همش پیشمه. اینه ها. بفرم. نگاه به اونا قلب و به شادی در بیاره. حالا کی منو مجبور میکنی؟ ها؟ کی منو مجبور میکنی که خودمو بهت معرفی کنم؟ در حالی که میتونم پولا رو بردارم و از شر تو خودمو خلاص کنم. آره میتونی رئیس، ولی مطمئن باش که باند ما تلافیش سر دنیا. داری منو میترسونی بچه؟ آره؟ بلیمون کنی! بلیمون کنی! اونا داشتن اینجا جاسوسی میکردن. دستمو ول کن! ما نه جاسوسیم نه دوست. من اومدم این دروغگوی حقه باز بشناسم. آقا اقرب جون، این خود شرکی جایی سپر سامان جا زده. من اصلا این دوتا رو نمیشناسم. هرچی دروغ گفتی بسه. زود با شرف بزن نامزد من سپر کجاست. ده بگو که این سه سر بری داره. سه تا رو. تو چی هستی؟ پلیسی؟ آره؟ بگیره. یلا. یلا بگیره. از من یکی نزدیک نشید. اگه درست کنم امور افنیم خواهی تو میدونی چی کار میکنم. بنداز اینشون تو دریا. بایی خدا جون. مثل اینکه ما تو دریایی. چقدر آبش سرده. میترسم زکام بشه. بایی. یکی بیا دماغ منو بگیره. واخ واخ. آب داره میاد بالا. برو پایین آب. برو پایین. اول من نجات بگیم. چطور شد که اومدی ما رو نجات دادی؟ من تو با اونا نیستی؟ حقیقتش اینه که نتونستم مرگ تو رو ببینم. فکر اینو نکردی که عقرب ازت انتقام میگیره؟ دوباره
اتیار کلکی زدن به اتیار من دارم خوابه میشم من دارم کباب میشم داری خوابه میشم بریم اون بر کدوم بریم اون بریم اون بریم شنو بلدی برین جلو با کشنشو برین جلو یلا نظری پرک کن یلا یلا وای یخ کردم ببینم تو سردت نیست؟ نه چته بلبل خیلی سردته نه مثل اینکه یه صدایی میاد چیزی نیست صدای این آتیش هاست نترسی ها حالا میترسم خودم بترسم این اون پشتا داشت یک کارایی میکرد اون مرد خوب و مهربونیه فکر میکنم اومده اینجا که به ما کمک کنه از دمشونو بستم به گلوله همشون رو خودم تو دریا ای خاک برستر دیگه بپوش اون کاتو نگیر جلو آتیش بابا اینا چرا همشون دعوا دارن نزدیک بود هممونو به کشتن بدی من میرم این دوره برای خود هیزم جمع کنم بیارم سب کن منم میام بیا مواظب باش میدی مگه جانور داری مگه آزار داری مثل اینجا حبسمون کرده این اون در برق داره چی شد؟ طوری شدی عزیزم جو از شما معذرت میخوام همه اینا تقصیر من شد مانعی نداره خیلی متاسفم نجلا من باعث شدم تو هم زندگیت به خطر بیفته ولی مطمئن باش اگه سالم از اینجا بیرون بریم من سعی میکنم محکومیت تو رو تخفیف بدم بوزک نمیر به هر میاد کم بوزه به خیار میاد دارن جنس ها رو با قایق میبرن تو کشتی باید زودتر دست به کار شد پاشو ببین کسی اونجا نیست؟ خیلی خیر نه خیر کسی اینجا نیست آو اینجا میشکی نیست چطور میخوای بکنی؟ حضوری موقوف خب من فهمیده بی اینه بگی نجلا برو اونجا خب همونجا خوبه الو یک صفر نو الو یک صفر نو الو یک صفر نو جواب بدید الو یک صفر نو الو الو یک صفر نو من صفر نو صفر مأمور مبارزه با قاچاق از تهران باید فورا عملیاتو شروع بکنید چند بسته مواد مخدره به یک کشتی برده شده که به اروپا فرستاده بشه پیامت رسید صفر نو صفر قد نکن بگوش باش با رئیس پلیس لبنان صحبت کن الو صفر نو صفر الو
مأمور از تهران، الان کجا هستید؟ الان کجا هستید؟ بگوشم. در قلعه بلبوس، اونا ما رو زندانی کردن. بالاخره فهمیدین عقرب کیه؟ هویتش رو کشف کردین؟ بگوشم. نه، ولی خود اونم همینجاست. اگه زودتر بجنبی ممکنه گیرش بیارین. همین الان راه میافتیم. دارن حرکت میکنن. جاله بلبل بی چی بینم. بیا. خیلی خوب. چه تر داری میکنه؟ اینو بهش میگن کلک مرغابی. چه کلک های بلدی تو؟ از اونجا بری کنار. خیلی خوب نرفتم به این شلقه. برین جلو از چهار طرف محاصره شو کنید. زود بشین. یلا بینم. شما هم برین طرف دریا. یلا بینم. Thank you.
ای ناجس داره فرار میکنه. آره آره. عباس؟ آره من عباس هستم. حالا دیگه عجله رسیده. Thank you.
تو این اجلا تو چطوری اومدی؟ من تو رو نگرفتم. وظیفه تو در لبنان تموم شد، حالا وظیفه من در تهران شروع میشه. یعنی تو حالا همکار من هستی شیطون؟ جناب علی 090 هستید، منم از حالا 290م. اوه، پا یه صفر طلب من. من تحریم بکنم.